سلام، خوش اومدید به نوبت شما. تبعیض علیه همجنسگراها موضوع تازه‌ای نیست. یه نگاه اجمالی به گذشته بسیاری از جوامع کافیه تا متوجه بشیم که در طول تاریخ به علت همین برخوردهای تبعیض‌آمیز با همجنسگراها، خیلی از همجنسگراها اصلا ترجیح میدن در جامعه از گرایش جنسیشون حرف نزنن. گرچه تلاش گروه های حامی حقوق همجنسگراها به خصوص تو این چند سال اخیر در کشورهای غربی تا حدی به نتیجه رسیده و دست کم تو چند کشور همجنسگراها میتونن قانونا ازدواج بکنن، اما هنوز در جوامع سنتی و مذهبی راه زیادی برای تساوی حقوق باقی مونده. بیشتر مذاهب همجنسگرایی رو نوعی انحراف جنسی، بیماری روانی و اصولا مغایر طبیعت میدونن و با این استدلال که منجر به تولید مثل و ادامه نسل بشر نمیشه، همجنسگرایی رو محکوم میکنن. این نوع نگاه به همجنسگراها در جوامع سنتی در حدی رایجه که بسیاری از همجنسگراها در کشورهای مثل ایران و افغانستان مهاجرت رو به موندن و زندگی در کشور خودشون ترجیح میدن. من احسان آبرتوسی هستم و امروز از شما درباره نگاه رایج در جامعتون نسبت به همجنسگراها میپرسم. اگه خودتون همجنسگرا هستید، به ما میتونید از تجربتون در این باره بیشتر بگید و اینکه اخیراً در بعضی از کشورهای اروپایی قوانینی در پارلمان‌ها تصویب شده که راه رو برای ازدواج همجنسگراها باز میکنه. فکر میکنید تصویب این نوع قوانین میتونه به تغییر نگاه جامعه به این موضوع کمک بکنه؟ به هر حال تصویب قوانین به سطوح بالای سیاسی کشورها و جوامع مربوط میشه. فکر میکنید برای سطوح پایین‌تر و برای اینکه تغییر نگاه مردم جامعه به این موضوع به دست بیاد چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره؟ برای شرکت در بحث میتونید به ما ایمیل بزنید یا اینکه از طریق وبکم و یا تلفن بیاید تو برنامه با شماره‌ای که الان روی صفحه تلویزیونتون ظاهر میشه 2044-207-765-2048 یا 2044-207-765-0505 تماس بگیرید. شماره اس ام اس کی رو ما یادداشت بکنید، هست 2044-77-86-201-127. برای ایمیل زدن هم آدرس ما shoma@bbc.co.uk رو میتونید یادداشت بکنید. مثل همیشه در فیسبوک و توییتر هم در حین برنامه ما رو دنبال بکنید، @bbc شما شناسه ماست در توییتر. همکارم فرن تغیزاده امروز با ماست، وبلاگ‌ها رو مرور کرده و از پیام‌های شما البته غافل نخواهد بود. فرن، بله، همجنسگراهایی که در جوامع مثل ایران زندگی میکنن و نمیتونستن سالها از خودشون حرفی بزنن، حالا یا به خاطر آگاهی نداشتن یا برخورد خانواده ها و جامعه با اونها، با اومدن اینترنت و وبلاگ نویسی تونستن این خلل رو برای خودشون پر کنن. براتون گزارش میدم، منتظر نظرهای شما هم هستم. بریم پیش احسان و تلفن های شما. خیلی ممنون فرن، مرسی. با امیر از ترکیه اول صحبت میکنیم و نازنین رو هم از همین کشور این ترکیه خواهیم داشت رو خط دو. امیر، از تجربه شخصی خودت بگو، نوع نگاه مردم به همجنسگراها در جایی که الان هستی ترکیه و قبلتر از اونم احتمالا در ایران بودی دیگه، اگه بتونی مقایسه بکنی و شرایط رو برامون توصیف کنی. سلام، من امیر هستم، از ترکیه و همجنسگرا هستم. خب تا زمانی که توی ایران زندگی میکردم، هم من و هم از دیگر برای بچه ارلیوی همجنسگرا، خب مشکلشون از طرف خانواده بود. یعنی یکی از دلایل اصلی این بود که خانواده بچه ها رو درک نمیکرد. حالا حکومت و دولت و نظامی که واقعا همجنسگرایی رو قبول نداره و علنا میگه ما نداریم همجنسگرایی توی ایران، اون دونه به کنار، ولی خب باورهای غلط مذهبی و سنتیشون اجازه نمیداد که بدونن یه کسایی هستن به اسم همجنسگرا و میتونن اینجوری زندگی بکنن و یه زندگی راحت و آزاد داشته باشن و ضرری به کسی نرسونن. مشکل اصلی بچه ها با خانواده هاشون بود، با فهم و شعور خانواده ها، با متاسفانه در نشستن خانواده نسبت به این موضوع. اما تجربه شخصی خودت هم اگه بتونی برامون امیر یکم بیشتر بگو که دقیقاً مشکلی که مثلا در ایران داشتی چی بود؟ اونجا میتونستی راحت اولا اصلا ابراز بکنی بگی که من همجنسگرا هستم یا نه؟ خیر، اصلا همچین چیزی برای من به شخص وجود نداشت. من زمانی که خانواده‌ام فهمیدن بحث همجنسگرایی من رو، واقعا جونم در خطر بود. من مجبور کردن من رو به خودکشی، یعنی گفتن یا خودت این کار رو بکن یا ما میکشیم تو رو، چون نمیشه تو وجود داشته باشی با این خصوصیت جنسیت و برای ما درد سر میشه. و واقعا جایی نبود که حالا مثلا از بحث حکومت یا جایی بخوای بری اعتراض بکنی بگی خانواده من این کار رو کردن و جان من در خطر هستش. و با تمام این تفاصیل و شرایط مجبور شدم برخلاف میلم ایران رو ترک بکنم و الان توی ترکیه پناهندگی رو بگذرونم. اینکه مثلا خانواده این موضوع رو بپذیرن، اصلا اکثر بچه همجنسگرا هر وقت خانوادهشون میفهمیدن دچار مشکلات شدیدی میشدن که هیچ کس نبود که بخواد اونا رو کمک بکنه، چه از خانواده چه از حکومت.
اما امیر الان که در ترکیه هستی چه شرایط بهتر اونجا، یعنی برخوردی که داره باهات اونجا میشه، خود دولت ترکیه آیا حمایتی میکنه ازت؟ خب ببینید این مسئله خیلی قابل توجه. خب ترکیه هم یه کشوری هستش که مسلمان هستن همه، باید اینو در نظر داشت که دید مردم اینجا هم نسبت به همجنسگرایی زیاد تفاوتی با ایران نداره. منتها خب یه مقداری فضا بازتر هستش و میشه متاسفانه کیفیت خط امیر یه مقداری الان بد شده، فعلا با نازنین از ترکیه حرف بزنیم، شاید بعدا باز بشه برگردیم به امیر. نازنین از تجربه خودت بگو، نگاه مردم به موضوع همجنسگرایی چطوره به نظرت در ایران و در ترکیه؟ سلام من نازنین هستم، یک همجنسگر ایرانی، عاشق شریک زندگیم هستم که یک زن هست و مدت هست که عاشقانه کنارم زندگی میکنیم. این که من تاکید میکنم که شریک زندگیم یک زن هست، میخوام بگم که من یک زن هستم و در کنار زن دیگری که شریک در حال حاضر زندگیمه احساس امنیت، آرامش و خوشبختی میکنم. و اینکه تاکید میکنم ایرانی هستم به این دلیل است که متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی آگاه باشن که نه تنها در ایران هم جنسگرا داریم، بلکه تعدادشون انقدر زیاده که تصورش هم براشون ممکنه خیلی سخت باشه. بحث اینه که به حال نگاهی که مردم به همجنسگرا در ایران دارن، خب حتما خودت زیاد برخورد کرده بودی، پاسخت به اون نگاه ها چیه؟ یعنی به اون انکاری که شدید شما احتمالا در مراحل مختلف، اصلا الان گفتید که مسئولان جمهوری اسلامی حتی انکار میکنن به قول شما، پاسخ شما به این نوع، به این جور افراد چی بوده؟ افراد منظور خود جامعه است. متاسفانه ما در جامعه سنتی ایران شاهد خیلی رفتارهای نامناسب هستیم. دلیلش جدا از بحث متاسفانه نظام حاکم بر کشورمون، بحث اطلاع و آگاهی نداشتن مردم ما. مردم ما راجع به همجنسگرایی هیچ اطلاعی ندارن، حتی اسمشو به درستی هم نمیتونن بیان بکنن و این نگاه های مردم باعث میشه من توی کشورم به راحتی نتونم زندگی کنم، اونجوری که هستم نتونم خودمو نشون بدم، مدام در استرس باشم، نتونم بیان کنم که من چجوری دوست دارم زندگی کنم. اینکه من وقتی تو خیابون راه میرم دست یه همجنس خودم رو بگیرم، دیدگاه مردم روی من انقدر بد هستش که من نمیتونم به این کارم ادامه بدم. من گله دارم از مردم ایران به خاطر اینکه من هم خودم یه ایرانی هستم، من مردم کشورم رو خیلی دوست دارم، اما گله دارم به خاطر دیدگاهشون روی یه کسی مثل من، روی کسایی مثل من، روی همجنسگره ها که باعث میشن من الان به خاطر نداشتن آزادی در کشورم، به خاطر زیر فشار بودن دیدگاه بد مردم، منم الان توی ترکیه پناهنده باشم و زندگی خیلی سختی رو داشته باشم. اگه نازنین خیلی سریع بتونید در مورد برخورد خانوادت هم بگید، چون امیر معتقد بودش که خود خانواده هم وقتی نمیپذیره این موضوع رو نمیشه از جامعه هم دیگه توقعی داشت. متاسفانه خانواده ما جزئی از جامعه هستن، جامعه یه چیز بزرگی، خانواده هم کوچیکتر همونه. اگر خانواده ما بپذیرن که ما چه جوری هستیم، طبیعتاً بازسازی بهتری به جامعه داره. متاسفانه خانواده من هم با این مسئله کنار نیومدن، یعنی نمیتونن کنار بیان، نمیتونن قبول کنن که دخترشون یک همجنسگرا باشه، براشون خیلی سخت و عجیبه. میتونه بچه یه خانواده شاید بتونه راحت بپذیرن که دوز باشه، اما نمیتونن بپذیرن که یه همجنسگرا باشه و همه درد ما از همین عدم پذیرشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از هر دو نفر، امیر و نازنین از ترکیه. بریم چند تا از پیام‌های شما را از سایت فارسی بخونم. البته قبلش توضیح بدم که اصولاً در سایت فارسی خیلی بحث در گرفته بود و سوالایی مطرح می‌شد، بعضی هم سعی می‌کردن که به این سوالات جواب بدن، یه بحثی بین کاربران بود. حسین از مشهد نوشته چطور میتوان گفت همجنسگرایی طبیعی است در حالی که می‌بینیم کارکرد اجتماعی همجنسگراها را به وضوح مختل می‌کند و در مورد سلامت روان آنها هم بررسی کاملی نشده و مشکلات جسمی متعددی هم دارند. جوبین از مشهد در پاسخ به حسین و بعضی از کاربران دیگه که همجنسگرایی رو اختلال روانی میدونن یا گفتن همجنسگراها مثلا چون بچه دار نمیشن باعث مقتول نسل شدن بشر هستن، نوشته همجنسگرایی چه اختلالی ایجاد میکند؟ طبق آمار تنها در حدود 10% هر جامعه همجنسگرا هستند. این 10% چطور باعث مقتول نسلی بشر میشود؟ اگر این موضوع ژنتیکی است، همجنسگرایان چنین زاده شدند و هیچ تمایلی به تغییر وضعیتشان ندارند، چگونه آن را اخلال میپندارید؟ علی هم از یزد نوشته در شهری کوچک در استان یزد زندگی میکنم، خودم و خانواده‌ام معتقد به مبادی احکام اسلام هستیم، خانواده‌ام حتی به ذهنشان خطور نمیکند فرزندشان همجنسگرا باشد، اگر رازم افشا شود زمان مرگ من فرا خواهد رسید، افسرده مایوس و زندانی وطنی هستم که امکان گریز از آن نیست.
بسیار خوب، بریم با سمیر از ترکیه صحبت کنیم رو خط یک، بعد هم روما رو داریم از ترکیه و البته از طریق وبکم مهنوش رو از شهر تورنتو کانادا خواهیم داشت. خب شروع کنیم با مهنوش. مهنوش، شما تجربه شخصی خودت چیه از موضوع همجنسگرایی و برخوردی که نگاهی که جامعه داشته به این مقوله؟ من میتونم خانواده رو مثال بزنم به عنوان نمونه ای از یک خانواده ایرانی که در مقابل یک همچین پدیده قرار گرفته. یکی از اعضای خانواده من که اصلا اطلاع نداشت که من دارم در مورد چی حرف میزنم، یعنی اصلا نمیدونست این پدیده یعنی چی. یکی دیگه خیلی جوری برخورد کرد که انگار که تو منوش، تو این حالا که 4 سال اینجا تنها زندگی کردی، این روی ذهن تو، روی روان تو تأثیر گذاشته و تو به هم اتاقیت علاقمند شدی. یعنی همه جور فرضیه‌ای گفته شد، اینکه من توی ایران با فشارهای روحی مواجه بودم، اینکه نذاشتن دوست پسر داشته باشم چون خانواده سنتی داشتم، اینکه چه میدونم از لحاظ عقلی اونقدی مچور نیستم که هنوز متوجه نشدم که رابطه عشقی چی هست و چه جوری هست. همه چیز رو گفتم به جز اینکه خب امکان این وجود داره که واقعا یک گرایشی به نام همجنس گرایی باشه که واقعا بعضی از آدما به همجنس خودشون گرایش دارن. حالا فکر می‌کنی مهنوش واقعا چقدر سخته که الان اگه، چون گفتی بعضی که از ایران خارج شدی تازه به این گرایش خودت پی بردی، درسته؟ بله. الان اگه در جامعه ایران بودی با اون شناختی که از جامعه ایران داری، چقدر زندگی در ایران برات ممکن بود؟ ببینید، من با اولین شخص هوموفوبی که روبرو بودم، یعنی کسی که از همجنسگراها در واقع هراس داره، منظور از هوموفوب توضیح میدم. بله. که همه متوجه شن. بله، کسی که از همجنسگرایی، از گرایش همجنس به همجنسش وحشت داره و نمیتونه باهاش روبرو بشه. من میتونم خودم رو مثال بزنم، برای اینکه اولین کسی که من رو از اینکه حتی به فکر این برسم که بتونم قبول بکنم که بابا این احساسی که تو به همجنس داری، این عشق، این احساس جنسیه، این احساسیه که باید خودش رو یک جوری نشون بده، تو نباید این رو خفش بکنی، بلکه باید این رو بپذیری. یه دلیلش هم این بود که خب من با کسایی که مثل خودم بودن در ارتباط نبودم. من حتی یک نفر هم توی دور اطراف خودم نمیدیدم که همجنسگرا باشه، یا کاپلی بخوام ببینم، زوجهای همجنسگرایی ببینم، یا حتی یه شخصیت پابلیک فیگر، یه شخصیتی که من توی تلویزیون ببینم، یا یک خبری از این قضیه باشه، اطلاعاتی باشه. خب این نشون میده که من به عنوان اولین همجنسگرا ستیز با این قضیه اصلا آشنا نبودم، اصلا نمیدونستم که یه همچین چیزی وجود داره. تعداد زیادی از آدم ها این حس رو دارن و باید این رو بپذیرن به عنوان یک چیزی که طبیعی هست. حالا چه برسه به کسای دیگه که اصلا در جریان این مسائل نیستن، حتی یکی دوتا مقاله هم در این مورد نخوندن، یا حتی اسمش هم نشنیدن همچنان، و خیلی کسای دیگه که اینو هنوز به عنوان همجنس بازی میدونن یا در معرض اطلاعات غلط هستن. یه سری اصلا اطلاعات به این شما ندارن، یه سری هم که خب در معرض. حتما مهنوش، حالا بازم برمیگردیم به در مورد این بحث اطلاع داشتن یا نداشتن در این مورد و اطلاع رسانی هم صحبت میکنیم. سمیر رو از ترکیه داریم. سمیر، نگاه شخصی تو به همجنسگراها چیه؟ تجربه ای داری در این زمینه یا هر صحبت که داری میشنویم؟ سلام، خسته نباشید. من سمیر هستم، یک ترنسجندر که به خاطر درک نشدن و من نبودن 20 خورده سال رو در ایران جا گذاشتم و الان در ترکیه هستم. من در داکترین بخش زندگی قسمتیه که عزیزترین آدم های دوروبرم نتونستم منو به خاطر تحت فشار بودن فرهنگ عقبونده که توش هستن قبول کنن. و صحبت من در باید قضیه اینه که آدم ها فقط نگاه ناعادلانه و قوانین ناعادلانه نیست که مجبورشون میکنه، خودشون هم بعضی وقتا با این نوع نگاه ها میتونن آدم های دوروبرشون تحت فشار قرار بدن و حتی اصلا واقعا خودشون متوجه نباشن. یعنی چی میشه بیشتر توضیح بده؟ منظورت چیه؟ یعنی نگاه خودت چطوری میتونه موجب فشار به اطرافیانت بشه؟ البته من راجع به نگاه خودم، من به عنوان یک شخص همجنسگرا
نگاه هم فشار روی همجنسگرای دیگه نخواهد داشت، چون اونقدر خودم دچار مشکلات شدم خیلی راحت میتونم یه همجنسگرای دیگه درک کنم. من منظورم از نگاه افراد، نگاه افراد دوروبریای من، نزدیکانم هم بود که تو ایران به جدایی از قوانین ناعادلانه که حالا تو ایران حاکمه، نگاه ناعادلانه خود افراد به همدیگه، فشارهایی که به افراد ایجاد میکنه، این بحث من بودش. من تجربه خودم از این قسمت، خب اولش ترسناک بود و این قضیه چیزی مثل شنا کردن برعکس جهت رودخونه هستش که من یکی از اون کسایی هستم که اینو تجربه کردم ولی جنگیدم و خودم رو فدای کردم. و اگه اجازه بدین من فقط در رابطه با جامعه بفهمم یه مطلب کوچیک رو خدمتتون عرض می‌کنم، اینه که مقابله با یه جامعه‌ای که همیشه عادت کرده که یک جنس مذکر رو در کنار یک جنس مؤنث ببینه خیلی سخته و بیان این احساسات، بیان این که ما کی هستیم، یه چیز کابوس می‌مونه. و چیزی که پیامدی که این قضیه داره، این عملای ترجنسیتی هستش که به بار میاد. و چیزی که راجع به این قضیه میگم، خیلی از دوستان زیادی که زیر تیغ رفتن قربانی نگاه مرد یا زنی جامعه و اینکه مورد قبول یه فرد واقع بشن بودن، دقیقا از اینکه اون جامعه و از اینکه این عملها هم انجام میشه همون نگاه به طرف خواهند داشت و به عنوان یه شخص بیمار و ناقص بهش نگاه میکنن. یعنی چی مقدار بیشتر در این مورد نگاه بیمارگونه ای که میشه، یعنی فکر میکنن شما بیمار هستی و در مورد اون عملی هم که صحبت میکنید در ایران امکان انجامش هست، بیشتر بگید که به حال بالا در انجام امکان انجام این عمل تو ایران امروز خیلی امروز روز راحت شده، به اصطلاح هر چیزی جلو تعمیر راحت تر میشه و با 3 یا 4 در جلسه صحبت با پزشک یه شخص میتونه به این نتیجه برسه که یه ترانسکشوال هستش و خیلی راحت زیر تیغ جراحی بره. و این مشکلی هستش که خیلی از ما الان امروز روز راجبش صحبت میکنیم. و یکی از موضوعایی که درگیر این قضیه هستش مسئله سیاست خود ایران هستش که در واقع دولت ایران با گذاشتن این آزادی برای این افراد میخواد بگه که من ما هستیم، ما قبول میکنیم شما را، ما درک میکنیم و این یک راه هم برای شما که به شما بگیم شما وجود دارید و ما شما را قبول میکنیم. و فقط من موضوع اینه سمیر، واقعا این بحث در واقع عمل جراحی که دارن صحبت میکنن در موردش، این چه مشکلات ایجاد میکنه؟ یا همه واقعا دوست دارن که این عمل انجام بدن، تغییر جنسیت بدن، یا اینکه یه چیزیه که به حال بیشتر داره موضوع تنها گزینه جلو پاشون باشه؟ موضوع اصلی ما هم همین هستش، این راحت بودن این عملها، یعنی راحت پا گذاشتن توی این مسیر عملها توی جامعه، اونم با این جامعه ای که خیلی راحت یه فرد رو به این مسیر پاشو باز میکنه، برای اون شخصی که زیر این تیغ جراحی میره پیامده خیلی بدی داره. شاید اون شخص اصلا اون چیزی که جامعه میخواد نباشه، اون شخص میخواد خودش باشه، مثل من که من خواستم خودم باشم، خواستم یک همجنسگرا باشم، ولی به خاطر اینکه جامعه بخواد فرضاً منو قبول داشته باشه بخوام قبول کنم زیر تیغ همجنسگرا، زیر تیغ جراحی برم. و موضوع ما این هستش که چیزی به نام گی و لزبیان، چیزی به نام همجنسگرا در ایران معنا و مفهوم نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون. میشم و نگاه مرد یا زنی در ایران باید یا مرد بود یا زن بود، یعنی به حال در اون قالب جنسیتی مرد و زن فقط معتقده که افراد و جامعه ایران میخواد جا بده. روما از ترکیه، نظر شما رو هم میشنویم. این بحث اطلاع نداشتن در مورد موضوع همجنسگرایی که سمیر بهش اشاره کرد، قبلترش هم مهنوش، که البته الان ارتباط اون مهنوش رو وبکم از دست دادیم، مهنوش هم این موضوع رو میگفت، تو فکر میکنی که واقعا روما این بحث چقدر وجود داشت در ایران، این چقدر مردم اطلاعات داشتن در زمینه همجنسگرایی؟ سلام، همجنسگرا هستم خود من و ترکیه هستم، پناهجو هستم و به دلیل همون عدم اطلاع موفق و عدم اطلاع کافیه یک جامعه‌ای که بر حسب و بر بیس به اساس دین پایگذاری شده، همین الان در خارج از کشورم با پارتنرم به سر میبرم، با شریک زندگیم به سر میبرم، مشکلات خاص خودمون رو داریم و میخوام اینجا یکم متفاوت‌تر از بچه‌هایی که تا الان حرف زدن حرف بزنم، اینکه مشکل داریم همه میدونن، تو همه کشورها نسبتا مشکل دارن همجنسگراها یا بچه‌های ال جی بی تی. من در اصل میخوام در رابطه با تفاوت دو پریود مشخص از زمان در رابطه با همجنسگراها در ایران صحبت کنم که اگر یادتون بیاد حدود 2-3 سال پیش آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا خیلی راحت فرمودن که هیچ همجنسگرایی وجود نداره در ایران، ولی در آخرین گزارش‌هاشون چه ایشون چه آقای خاتمی خیلی راحت فرمودن
وجود داره و جرمشون هم این هست و این هست و این هست و به تبع اون فهمودن که اشد مجازات رو برای اونها در نظر گرفتیم. بسیار خوب. روما ببخشید من یه لحظه مجبورم اینجا صحبت رو قطع بکنم به خاطر اینکه لحظه ای هستش که شنوندگان رادیو فارسی بی بی سی هم به جمع ما میپیوندن. امروز داریم در مورد حقوق همجنسگرایان صحبت میکنیم و نگاه و برخورد جامعه با این افراد رو بررسی میکنیم که چگونه است. شما میتونید اگر مایل هستید درباره این موضوع نظر بدید، در نیم ساعت آینده بیاید و از مشاهدات خودتون در جامعه‌ای که هستید در ما بیشتر بگید. برمیگردیم با روما از ترکیه که داشت در مورد صحبت‌های آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا صحبت می‌کرد که به هر حال گفتن که همجنس‌گرا به اون شکلی که در ایران هست نیست. ادامه حرفاتو می‌شنویم. ولی همین اخیراً در صحبت‌هاشون کاملاً تغییر وجود داره، چون که کامی میتونن اینو عنوان کنن که وجود داره و نسبت به اونها ما جرمی رو در نظر گرفتیم. به نظر من این یک موفقیتی حساب میشه و در مقابل اون خانواده های ما هستن. من به نوع خودم رو میگم، 6 سال قبل 7 سال قبل وقتی که خانواده هم از روابط من و دوستان فهمیدن که من همجنس‌گرا هستم، اون موقع پیشنهاد دادن که با دکتر تماس بگیرم، با یک روانپزشک تماس بگیرم، با اینکه خانواده‌ام رو از نظر سطح سوادی در متوسط به بالا بودن، ولی باز نتونستم اونو قبول کنن. من اینجا نو هستم از یک جامعه همجنسگرای موجود در داخل ایران، ولی الان در داخل ایران شکر خدا به نظر من یک جو حاکمی به وجود اومده که بتونه حداقل ما رو به عنوان همجنسگرا اسم گذاری کنه. ببینید، وجود اسم همجنسگرا تا 2 سال قبل در ایران به نظر من این اصطلاح خارجی نداشت. الان اسم همجنسگرایی وجود داره. حالا کار ندارن این چه ابعاد بدی خواهد داشت، چه عوارض جانبی بدی خواهد داشت به ما، ولی حداقل اینکه اسممون رو میدونن و خیلی راحت میتونن بگن که این همجنسگراست. و یه بحثی هم هست مشخصا برمیگرده به بچه های همجنسگرا. طبیعتا بچه همجنسگرا، من همه بچه های دیگه رو در نظر میگیرم، کارهایی یا رفتارهایی که خود ما در طول زندگی من انجام میدیم که از ما به عنوان شخصی که اساس زندگیش در اساس روابط جنسی هست تاکن میشه، این باعث میشه بود خیلی منفی نسبت ما داده در نظر گرفته بشه. بسیار خوب. و این جامعه نسبت ما خیلی مثبت نباشه. ببخشید که بیشتر از این فرصت نداریم. سمیر از ترکیه و روما از ترکیه و همچنین از مهنوش از تورنتو که نشد باش بیشتر صحبت بکنیم، خداحافظی میکنم. با فرم فعلا صحبت بکنیم، ببینید که در فضای مجازی اصولا کجا بیشتر در مورد مقوله همجنسگرایی صحبت شده. وبلاگ‌ها به حرف امکان بهترین جاییه که ایرانی‌ها میتونن نکاتی که میخوان در موردش بنویسن. انسان از اونجایی که حرف زدن در مورد همجنسگرایی هم برای خود همجنسگراها خیلی تابو هستش در کشورهای مثل ایران، وجود اینترنت یا وبلاگ نویسی باعث شد که اونها بخوان در مورد خودشون، تجربه هاشون بنویسن، همدیگر رو پیدا کنن و این تجربه هاشون رو به دیگران هم انتقال بدن. از همین رو وبلاگ های زیادی هستن که سالیان سال دارن مینویسن، مورد توجه مخاطبان زیادی هم قرار گرفتن، مثلا مثل وبلاگ سیبترش که میاد روزنویسی میکنه، داستان های خودش رو مینویسه، مثلا پسر تنهای خستم همینطور مطالب زیادی توش نوشته شده. خیلی از همجنسگراها مهاجرت کردن به خارج از ایران، مثلا وبلاگ ماهان که میاد در مورد اتفاقات روزمره‌ای که خارج از ایران هست مینویسه و تفاوتش رو یه جوری مینویسه، مطالبش که از مهاجرت شرایط مثلا در آلمان که زندگی میکنه همجنسگراهای اونجا رو میبینه، مقایسه میکنه با وضعیتی که در ایران بوده. یه سریشون از احساسای خودشون می نویسن، مثل وبلاگ ساز دلتنگی یا فوربیدن لاو، و یه سری دیگه شون مثلا سکوت تلخ هم از همون نمونه وبلاگ ها هست. یه سری از وبلاگ ها مثلا ترانسکشوال هایی بودن که تغییر جنسیت دادن، مثل تی اس عاشق که داستان چگونگی تغییر جنسیت دادن خودشون نوشته. اما در کنار وبلاگ هایی که میان از خود نویسی میکنن یا تجربه های خودشون رو می نویسن، یه سری از مسائلی هم هستن که خود همجنسگرها همدیگر پیدا کردن در طول این مدت ها و اومدن مثلا مجله اینترنتی راه انداختن. این هم مورد توجه خیلی از همجنسگرها قرار گرفته. مجله اینترنتی ندا هستش و بیا مثلا میان روی فیسبوک، البته
باز با همدیگه همدیگه رو پیدا کردن، رادیوی رنگین کمان رو راه اندازی کردن. این یه جوری میشه گفت یه رادیو شهروندی هستش که توسط خود همجنسگراها ساخته میشه. فایل صوتی این روی ساوند کلاود قرار میگیره، یعنی هیچ مثلا اف امی وجود نداره که اینها بخوان از طریق رادیو پخش بکنن مطالب خودشونو. و از طرف دیگه در کنار همه اینها یه سری مطالب دیگه هم وجود داره در روی فیسبوک. مثلا کسایی هستن که نه به هوموفوبیا میخوان بگن و نه به همجنسگرا ستیزی. لزوما اینهایی که اینجا هستن افرادی نیستن که خودشون همجنسگرا باشن، ولی عکسشون رو مثلا میان میذارن، میگن که من به حقوق مساوی برای همه انسانها با وجود تمام تفاوت‌هاشون احترام میذارم، من به همجنسگرا ستیزی نمیگم. افراد زیادی هستن که اومدن عکسای خودشون رو اینجا قرار دادن و در این صفحه فیسبوکی هستن. در کنار همه اینها مثلا یه کارهای دیگه هم انجام میشه که فرهنگ سازی بشه بین مردم. مثلا این سایت دگر واژه، واژه‌نامه دگر باشان هستش، کلمه هایی که ممکنه خیلی روزمره آدم ها استفاده کنن و ندونن دقیقا معنی اونها چی هست و آیا این واژه اونقدر همجنسگرا ستیزانه هست یا نه. اینجا تعریفش بکنم طبق بار معنایی اینا رو توضیح میدن که مردم متوجه بشن واقعا چی. مثلا کلمه اوا خواهر ممکنه خیلی ها در ایران ازش استفاده کنن ولی متوجه نباشن که آیا این کلمه توهین‌آمیز هست یا نه. اینجا توضیح داده که مثلا یکی از سوالاش دقیقاً اینه، آیا خوب است که از این کلمه در جمله استفاده کنیم؟ جواب اینه که خیر، این کلمه توهین‌آمیز است. از همین واژه ها ورژن یا نمونه افغانش هم وجود داره به دری و دقیقاً توضیح داده میشه اون کلمه ها هم در افغانستان چه بار مفهوم و معنی دارن. اما شبکه لزبیان های ایرانی هم سایتی هستش که در مورد مسائل لزبیان ها و همجنسگراهایی که به جنس زن علاقه دارن مطلب می نویسن، آگاهی رسانی می کنن، در مورد مسائل تئوریک هم بحث می کنن توش. بسیار خوب، خیلی ممنون فرید، مرسی. بازم برای پیام ها برمیگردیم پیشت. فعلا تلفن بگیریم، پرویز رو داریم از اصفهان، بعد هم با رامین از اصفهان صحبت میکنیم و البته از طریق وبکم خانم شادی امین، فعال حقوق همجنسگرایان و مسئول شبکه زنان لزبیان ایرانی شش رنگ، که همین الان اتفاقا فرین هم داشت وبلاگشون رو نشون میداد، داشت بخشی از سایتشون رو. خانم امین، اصلا علت این که بعضیا در مورد همجنسگرایی تا این حد مقاومت نشون میدن و باش مخالفن، نمیتونن بپذیرن وجود یک همچین موضوعی رو در جامعه چیه؟ فکر میکنید ریشه‌اش به کجا برمیگرده؟ سلام میکنم، ممنونم از توجهتون به این موضوع. دلیل اساساً این که جامعه یا افراد مقاومت میکنن در تو پذیرش چیزای نو، غریبه بودن اون موضوعات براشون. از طرف دیگه ممکنه یک زمینه منفی نسبت به یک موضوع تو ذهنشون باشه. مثلا شما توجه بکنید در تو همجنسگرایی، تصور غالبی که بود و ما هم که بچه بودیم میشنیدیم، مثلا میگفتن در حوزه های علمی قوم روابط بین مردان هست و همجنس باز هستن. در واقع وجود یک تصور منفی در جامعه نسبت به رابطه دو همجنس باعث میشه که طبیعتاً نسبت بهش موضع بگیرن، ازش پرهیز بکنن. ضمن این که دقت داشته باشیم که توی جامعه ایران متاسفانه هیچ گونه آگاهی رسانی سر این مسئله نمیشه. یعنی جامعه انتخاب نکرده که هوموفوب باشه، جامعه انتخاب نکرده که علیه همجنسگرایان موضع بگیره، بلکه این اجبار هست روی دوش کسانی که حتی یک برگ مطلب در روزنامه ها در توضیح این مسئله رو نخوندن. در همین همینجا که شما اشاره کردید به بحث اطلاع رسانی در جامعه، اتفاقا تو سایت فارسی بی بی سی هم که این موضوع امروز بحث گوشی شده بود، دیدم خیلی ها مطرح میکردن که اصلا تفاوت مثلا همجنس بازی، همجنس گرایی، ترانسکشوال بودن، اینا رو واقعا میگفتن مشخص از نوع نظراتی که مردم میدن، خب تفاوت ها رو نمیدونن حتما. و اتفاقا خواهش کردن که اگه میشه شما یه مقدار بیشتر در مورد تفاوت بین این چند تا مقوله بیشتر برامون بگید. ببینید در واقع ما تو جامعه اون چه که میشناسیم اینه که زن و مرد با هم رابطه میگیرن، احیانا تولید مثلی صورت میگیره. این اون چیزیست که داره جامعه دگر جنسگرا، چه کلیسا، چه از طرف مذهبیون بنیادگرا تبلیغ میشه که فقط این نوع رابطه است که اساس خلقته و فقط زن و مرد برای هم ساخته شدن، و رد میکنه این که اساس رابطه بین انسان ها بر اساس عشق و عاطفه بین این دو نفر هست و انتخاب این که کجا شما آرامش بیشتری میتونید تو زندگی داشته باشین. به همین دلیل هست که اجبار روی این نوع زندگی متاسفانه رو دوش خیلی ها سنگینی میکنه و درک درستی از این نیست که میشه جور دیگه ای زندگی
زندگی کرد بدون اینکه به کسی آسیب برسونه آدم، و اینکه دقت نمی‌کنن وقتی علیه همجنسگرایی حرف می‌زنن نقد بکنن مناسبات موجود، که چقدر خشونت توی این خانواده ها وجود داره، چقدر مردها و زنهای ناراضی وجود دارن از زندگی هاشون. برای همین مهمه که ما بگیم همجنس بازی یعنی رابطه دو همجنس به قصد صرفا ارضای جنسیشون و تنوع طلبیشون برای ما متفاوت هست از همجنسگرایی به معنای عشق و رابطه با یک انسان دیگه که همجنس شماست. از طرف دیگه ما ترانسکسوئل ها رو داریم. ترانسکسوئل ها کسانی هستن که بنا به وضعیت فیزیک بدنشون و یا تربیتی که در جامعه شدن فکر میکنن که وقتی که خود زن هستن فرزن و به یک زن گرایش دارن، فکر میکنن که این رفتار مردانه است و اینها مردانی هستن در جسم زنانه و یا برعکس. به همین دلیل این امکان هم در کشورهای مدرن و پیشرفته هست، هم در جمهوری اسلامی به طور بسیار غیر اصولی این امکان تهیه شده که بتونن اینها عملهای تغییر جنسیت انجام بدن و عمل بکنن و به جسمی که فکر میکنن بهش تعلق دارن تبدیل بشن. و از این جنبه هستش که جمهوری اسلامی خیلی اتفاقا، معذرت خواهم این نکته رو بگم، حسن، که روی این بود تاکید داره. به محض اینکه شما بگین به همجنستون گرایش دارین، شما رو تحت عنوان اختلال هویت جنسی طبقه بندی میکنه و راه حلش هم براش عمل تغییر جنسیت هست تا بتونه ثابت کنه که در ایران همجنسگرا نداریم. خیلی ممنون شادی امین. بازم برمیگردیم به شما. فعلا صحبت پرویز از اصفهان رو میشنویم در مورد نگاهی که به همجنسگرا داره. الو سلام. سلام بر شما، بفهمید. خسته نباشی. ممنون. عرضم خدمت شما که اصلا گفتن این جمله والا من یکم اصلا گفتنش بر من ناراحت کننده است که بخوام بحث در پیرامونش چیکار کنیم اجرا کنیم. من شخصی هستم که تقریبا در 24 ساعت یک ساعت از وقت ما با دیدن فیلم های راز بقا چیکار میکنم نگاه میکنم میبینم. تقریبا 30 سال هم هست به این کار من ادامه دارم. قصد هیچ توهینی به هیچ شخصی هم ندارم، اما در این مدت من هیچ جانوری را ندیدم که مثلا جنس مخالف با جنس مخالف با هم زندگی کنم یا تولید مثل داشته باشم. من بازم دارم از اون آقایون یا خانمایی که هم جنس گرا هستن ازشون پوزش میخوام، بوز میخوام. نه کاری به مسئله دین دارم، نه کاری به مسئله کشور ایران دارم، نه کاری به مسئله کشورهای دیگه دارم، نه کاری به آزاد خواهم، اما بیان عواقب این کارا در نظر بگیرم. اصلا تواضع دنیا به هم میخوره. شما نگاه کنید اگه این روش مثلا بگن خب همجنسگرایی تو دنیا آزاد، آیا نسل های آینده هست که مثلا به زندگی ادامه پیدا کنه؟ بسیار خب پرویز، بذار همین نکته‌ای که الان اینجا مطرح شد رو ببینیم از شادی امین بپرسیم ببینیم نظرش چیه، چون به حال از نتیجه از صحبتایی که در مورد مثلا فیلم‌هایی که در مورد راز بقا دیده بود بیشتر می‌خواست بگه که یعنی انگار طبیعی نیستش این گرایش و عملا به ادامه نسل بشر کمک نمی‌کنه. این نکته رو در ایمیل ما البته ما داشتیم ولی پاسخ شما رو هم بشنویم. آقای پرویز، شما هیچ حیوانی رو دیدین که آنلاین بشه و بحث بکنه؟ شما هیچ حیوانی رو دیدین که پای کامپیوتر بشینه کامپیوتر اختراع بکنه؟ شما هیچ حیوانی رو دیدین که سنگسار بکنه هم نوع خودش رو؟ میبینین که ما انسان‌ها روابط و پیچیدگی‌های بیشتری داریم. مغز ما پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. ما قادریم خلق بکنیم، قادریم روابطمون رو تنظیم بکنیم و انتخاب بکنیم. ما بر اساس غریزه جنسی نیست که ارتباط می‌گیریم. ما بر اساس نیازهامون در جامعه هست که انتخاب می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم. این هست که من فکر می‌کنم مقایسه انسان‌ها اگر با حیوانات پیش بره، انسان‌ها باید خیلی چیزها رو تغییر بدن و در وهله اول تو روابط دیگر جنسگرایانشون به جای خشونت و این همه عوارض جانبی که برای زنان به خصوص به بار میاره روابط دیگه ای رو تنظیم بکنن. به همین دلیل بس پاسخ پرویز رو هم داشته باشیم در برنامه چون فرصتمون خیلی زیاد نیست. برمیگردیم به شما پرویز. ببینید ایشون به کلمه درستی چیز کردن. بله پزشکای هستن، برن ایشون پیش پزشک و مسئله شون رو بگن، امکان داره با یه نقصه یا مثلا با یه روان پزشکی دو بگه، چون این یه چیز هستش که از
زمانی که بشریت آفریده شده تا به الان یه چیز مرسومی نبوده. حالا فرض از اون بدن یه حزبی تشکیل دادن یا یه عده مثلا منحرف شدن یا یه عده به قول خودشون مثلا جنسیت خودشون رو دو شخصیتی دونستن، خب پزشک وجود داره، میرن پیش پزشک خودشون رو معالجه میکنن. این که نمیشه حتما بیان از چیزشون هم چیز کنند. خیلی ممنون پرویز، جواب شادی امیر رو هم میشنویم. من فکر میکنم آقای پرویز خیلی دموکرات هستن که ما رو فقط به پزشک و دکتر پاس میدن و نه به قوانینی که تو جمهوری اسلامی هست، و خوبه که اینا اینو تبلیغ بکنن که حداقل پزشکا و روانپزشکا هم آگاهی کافی داشته باشن. سازمان بهداشت جهانی همجنسگرایی رو از لیست بیماری های روانی سالهاست خارج کرده و نشون داده شده که این بیماری نیست و این انسان ها سالم هستن. وزیر امور خارجه آلمان که دو بارم به ایران سفر کرده همجنسگرا هستش. ما خیلی آدم های مهم و تاثیرگذار رو در سطح جهان داریم که همجنسگرا هستن و بیمار هم نیستن و دارن تو این جامعه تاثیر میذارن. خیلی ممنون. با رامین از اصفهان هم صحبت بکنیم، نظر شده در مورد همجنسگرا و نگاه جامعه به همجنسگرا بشنویم چیه. رامین سلام. سلام به شما. خدمت شما عرض کنم که من صحبت های شادی صدر رو شنیدم، صحبت های پرویز هم شنیدم. اتفاقا شادی امین با پرویز موافقم. ببین شما قلبتون اگه درد میگیره یا قلبتون یه مشکل مادرزادی داره حتما میری تو پزشک عملش میکنی و قلب درست رو میذاری و به بقیه اینزگر. این هم یه مشکل پزشکی هست که باید درمون میشه. مثلا پات اشکال پزشکی داره، خب اگه میتونن حلش کنن شما تا آخر اون با پای کش قوانین جامعه. این یه مطلب نزن که چون که خانم سرد اینا رو تایید میکنن. غیر از این هر کی که شد وزیر امور خارجه آلمان کاریو کرد حتما درسته. ببخشید هیتلر سردمدار آلمان بوده، هزاران نفر کشته، کار درستی کرده؟ اگر اون همجنسگرای منم باید همجنسگرا بشن؟ چون که نمیدونم وزیر امور خارجه یه فلان کس تو آلمان و آمریکا اینا درزم. از نظر دینی هم ما مسلم 99% مملکت این مملکت دین دارن. دین ما هم اینو رد کرد. پاسخ شادی امینو بذار رامین فعلا بشنیم، باز برمیگردیم بهت. ببینین حق با شماست. به نظر من جامعه ایران اساساً احتیاج به این داره که در زمینه نگاهش به همجنسگرایان به طور جدی معالجه بشه. میبایست آگاهی رسانی بشه، میبایست بسیاری که باعث قتل همجنسگرایان میشن محاکمه بشن، میبایست کسانی که باعث میشن که همجنسگرایان زیر تیغای عمل جراحی برن در رابطه باهاشون مسئولیتشون بهشون یادآوری بشه. جامعه‌ای که نمیتونه انتخاب آزاد افراد رو بپذیره یک جامعه بیمار هست و این جامعه به نظر من باید خیلی خیلی مسائل رو از سر بگذرونه تا یاد بگیره که به انتخاب و فردیت افراد احترام بذاره. یه نکته دیگه هم که رامین اشاره می‌کرد البته این بودش که مثلا مثالایی که میارید مثل وزیر خارجه آلمان لزوماً آیا این دلیل میشه که ما حالا بخوایم تایید بکنیم همجنسگرایی رو؟ به هیچ وجه. من این مثال رو زدم برای این که بگم که افراد بسیار زیادی که اینجا توی کشورهای غربی که ما آسپرین و بنوامون ازش وارد میکنیم در واقع نشون دادن که آدم‌های سالمی هستن به لحاظ عقلی، قادرن تصمیم بگیرن، در حوزه‌های مهم علمی و اجتماعی عملکرد دارن. و به این معنی میخواستم تاکید بکنم که این حرفی که ایشون میزنه که اینها بیمار هستن مثل کسی که بیماری قلبی داره، آیا فکر کرده که این همه زن و مردی که دارن کنار هم زندگی میکنن و افسردگی دارن یک فکری به حال این زندگی ها در وهله اول بشه و اجازه بدن آدم ها خودشون انتخاب بکنن؟ بسیار خوب، خیلی ممنون از شما شادی امین، فعال حقوق همجنسگرایان، و با پرویز و رامین از اصفهان هم خداحافظی میکنیم. چند تا از پیام های شما رو فعلا از فرهم بشنم. خب تعداد پیام هایی که همجنسگراها برای ما فرستادن خیلی زیاده. از اون طرف کسایی هم هستن که در فیسبوک با همجنسگراهایی که برای ما کامنت گذاشته بودن وارد بحث شدن، بحث های زیادی در گرفته روی فیسبوک ما. اما چند تا از ایمیل ها رو برای شما بخونم. تینا برای ما نوشته که تعداد ما ایرانیان همجنسگرا چه در داخل و چه در خارج از ایران کم نیستش. من ایران زندگی نمی کنم، در امارات هستم و اینجا هم هویت ما یک جرم شناخته
شناخته میشه. گفته من 40 سالم از سن 16 سالگی با این تفاوت گرایش جنسی درگیر بودم، ولی به دلیل آگاهی نداشتن نمیدونستم که این احساس هم هست یا من دچار یک بیماری هستم. گفته که من این قضیه رو مثل یک بیماری به خاطر دلیل نداشتن آگاهی نگاه میکردم. بعد گفته بسیاری از جوانهای همجنسگرا به دلیل ترس از بیان هویتشون نمیتونن مشکلاتشون رو با نزدیکترین اعضای خانواده در میون بذارن. این یک فاجعه است که پسر یا دختر همجنسگرا مجبور به ازدواج بشن که هیچ احساسی توش ندارن. یه همچین تجربه هم خودش و شریک عشقش داشتن در گذشته برای ما نوشته. تعداد ایمیل ها زیاد هست، اگه وقت بشه من اونها رو براتون میخونم. بریم چه احسان و تلفن هاست. مرسی فرن. با شاهین از نروژ صحبت بکنیم رو خط 1 و نامیا از منچستر رو هم رو خط 2 داریم. شاهین بگو که به اعتقاد تو چرا در بعضی از جوامع مثل ایران کمتر این مقوله همجنسگرایی پذیرفتنی هست از طرف جامعه و به حال مقاومت وجود داره در برابرش؟ ببینید من اول از اینجا شروع میکنم. من از خانم امین اگه رو خط می بودن این سوال داشتم که اصلا چرا باید. البته خانم امین اگه بخواید میتونید در ادامه برنامه باز بیاریم به سوالی که مطرح میکنید پاسخ بدید. بفهمید خوشحال میشم. من بیشتر کنجکاوم تا اینکه موضوع مخالف یا موافق داشته باشم. من میخوام بدونم چرا یک جامعه اصلا باید نسبت به این موضوع موضوع مثبت داشته باشه. ببینید ایشون در صحبتاشون هیچ به هیچ عنوان به مبنای علمی ما یا از مبنای علم ژنتیکی یا روانشناسی باید یک موضوعی رو طبیعی نشون بدیم. اگر عقلانی فکر میکنیم خودشون هم میدونن که هیچ وقت در هیچ جا هیچ مقاله هیچ رفرنس علمی این موضوع به عنوان طبیعت ثابت نشده یا به عنوان هنجار اجتماعی جامعه باید اینو بپذیره که میدونیم که در کل تاریخ بشریت داشتن احساس عشق به جنس موافق و به صورت هنجار نپذیر. هنوز هم در کشورهای مدرنی حتی مثل نروژ هم مخالفین وجود دارن با اینکه به صورت قانونی اونو پذیرفتن. بسیار خوب شاید حتما در ادامه برنامه خانم امین میاد به این نکته که گفتی یعنی ژنتیک بودن یا اقتصادی بودن مقوله همجنسگرایی اشاره میکنه. فعلا نامیا از منچستر ببینیم پاسخی داره برای سوالی که طرح کردی. سلام میکنم. سلام به شما. من هستم، من از منچستر لزبیان هستم و ژورنالیست. پیش از هر چیز من در جواب دوست عزیزی که در مورد بیماری گفتن این رو بگم که بله من قلبم درد میکنه ولی برای درمان قلبم نیازی ندارم که به دکتر برم. مثلا این نشه قلب درد من و مشکل حسی و من با رفتن به دکتر حل نمیشه. بعد گرایش آمد هم همینطور. اگر که قلب من پذیرفته بشه من خیلی از مشکلات هم حل میشه. و در نهایت این که جامعه ما باید یه چیز بدونه که طبیعی بودن چیزی نیست که ثابت بشه. آن چیزی که در طبیعت وجود داره طبیعیه. ما نمیتونیم صرف این که اون چیزی که وجود داره و ما نمیتونیم بپذیریمش و در جسی ما این از این مرد با کنیم باید خوبش نباشیم. و این به ضرر اونهایی هست که نمیتونن همجنسگرایی رو بپذیرن. چون زمانی که شما همجنسگرایی رو به عنوان یک حق بپذیرید مسئولیت اون حق رو به همجنسگراها و اقلیت‌های جنسی میدید. میتونید براش قانون بله بسیار خوب. بذار من از شاهین یه نکته ای رو اینجا مطرح بکنم. شاهین حالا اصلا به فرض اینکه اینطور که تو گفتی این بحث طبیعی هم نباشه و یه به عنوان یک انحراف حتی بخوایم بهش نگاه کنیم یا به عنوان یک بیماری حتی اونطور که تو داری میگی بهش نگاه بکنیم، معناش نهایتاً چی؟ یعنی بعد حق و حقوق این افراد رو به عنوان شهروندان به حال در نظر گرفت در جامعه یا نه بعد محرومشون کرد؟ خب ببینید ما در یک اجتماع میگم دو حق داریم. یکی حق خصوصی افراده که من اصلا مشکلی ندارم با همجنسگراها میتونن انتخاب کنن. یکی مبنای عمومی حقوقه، یعنی حقوقی که در رابطه با حقوق من قرار میگیره، مثل از جمله خیلی از چیزایی که در نظر من مهمه مثل قیمیت یک بچه است. آیا ما میتونه اجتماعی تصمیم بگیره و چیزی که به قول شما ثابت نشده که طبیعیه ما سرپرستی یک کودک رو به اونا بسپریم؟ اینا یا برای جامعه انسانی مفیده یا مضره؟ چقدر درباره این موضوع بحث شده؟ درباره چیزی که به قول مهمان دیگه برنامه‌تون خانم که منچستر تماس گرفتن نمیشه ثابت کرد یا نکرد طبیعی بودنشو. پس به نظر من اینو عرف و هنجار فقط میدونه. همون جور که طبیعت وجود داره پس ما میتونیم بگیم مخالفتی هم که در یک اجتماعی
در مقابل همجنسگرایی وجود داره اونم طبیعیه. پس اونم حق داره. شاید بذار همینجا اگه امکانش باشه شادی امین رو از طریق وبکم باز برنامه اضافه بکنیم و پاسخ ایشونو ببینیم به اون نکته که در ابتدا گفتی چی است. حالا اگه فعلا وبکم بیاد که اومد. بله داشت شاهین اشاره میکرد به اینکه به هر حال مسئله اینطوریه که از نظر علم ژنتیک این واقعا ثابت شده نیست. نظر شما چیه؟ ثابت شده یا خیر به حال؟ ببینین تأکیدی که این دوستان میکنن روی این که همجنسگرایی یک بیماری هست و غیره، در واقع همه اینها زحمت نمیدن به خودشون حتی یک مقاله علمی در این رابطه بخونن و اظهار نظر میکنن. واقعیت این هستش که سازمان بهداشت جهانی در سال 91 از لیست بیماری های جنسی رو خارج کرده، به عنوان یک امر طبیعی رو شمرده و وقتی میگن یک رفرنس هم وجود نداره به انستیتوی تحقیقات روانشناسان آمریکا رجوع بکنن که مبدأ هست برای خیلی از به اصطلاح انستیتوهای دیگر در سطح جهان، از لیست بیماری های روانی سالهاست خارج شده. به همین دلیل من فکر میکنم که اگه دوستان میگن رفرنسی وجود نداره، واقعا تمام پیشرفت‌های علمی در این زمینه رو و تلاش‌هایی که شده رو نادیده میگیرن. یک، دوم، برای اینکه ما حق حقوق خودمون رو در جامعه بگیریم نیازی نداریم که به همه ثابت بکنیم که به نظر اینها طبیعی هست یا نه. در رابطه با گرفتن بچه و امکان ازدواج قانونی دو نفر همجنس و غیره، مرد و زن هایی هستن که بچه میگیرن و اصلا لیاقت و صلاحیت بزرگ کردن بچه رو ندارن و خیلی هم خشونت میکنن. اعتراض شماها به اینجاها کجاست؟ به همین دلیل من فکر میکنم خیلی مهم هست که جامعه آگاهی پیدا بکنه، کسانی که اظهار نظر میکنن برن مطالعه بکنن. ما نیاز داریم که در این زمینه دوستان یاد بگیرن که به انسانها و حقوقشون احترام بذارن و با انگ بیماری افراد رو از حق انتخاب محروم نکنن. خیلی ممنون شادی امین، فعال حقوق همجنسگرایان. مرسی که باز به برنامه برگشتید. با شاهین و نامیام خدافظی بکنیم. چند تا از پیام‌هایی که شما فرستادید و فرهم برامون. خب من فقط اسامی دوستان که برای ما ایمیل فرستاده بودن بگم ایمیل های شما به دست ما رسید ولی به دلیل کمبود وقت من نتونستم اونها رو بخونم. آذر از تهران، مریم از تهران، واراند، امید از تهران که گفتن همجنسگرا هستن و تجربه و دلایل خودشون هم نوشته بودن. عبدالله از کابل هم برای ما نوشته همجنسگرا هستم. من اینجا هیچ جایی به عنوان یک همجنسگرا دارم، با دوستانم که میرم بیرون من رو قبول دارم اما بعضی وقتا میگم من یک زندگی غیر حقیقی رو دنبالش هستم. میگه من به خودم افتخار میکنم، جامعه برای من مشکلات زیادی درست میکنه، چرا اونها منو قبول نمیکنن. اس ام اس های بیننده. سهراب از مهابات گفته من به خاطر یک رابطه که در سن 20 سالگی با یک پسر داشتم و عاشقش بودم پدر و مادرم منو ترک کردم، خواهرم آبروی منو همه جا برد. میگه من واقعا هم جنس گرا هستم، الان به خاطر اطرافیانم 5 سال مثل یک مرده دارم زندگی میکنم و با کسی رابطه ندارم. کاظم از ایران هم گفته من همجنسگرا هستم، ما در ایران حتی اسم همجنسگرا رو نمیتونیم بیاریم. از طرف دیگه یه بیننده از ایران دلیل همجنسگرایی رو به نظرش میومد برامون نوشته نبودن آزادی روابط دختران پسران و سنگین بودن مخارج ازدواج از عوامل همجنسگرایی در ایرانه. و مانی از ارومیه هم گفته که اگه کسی بخواد این کارو بکنه بهتره کسی جلوش رو نگیره. ازتون خدافظی میکنم، واقعا ببخشید نشد پیام های بیشمار شما رو بخونم. مرسی فره. منم چند تا عذرخواهی بکنم از سعید از تهران، علی از تهران، کوروش از سوئد، ماهان از آلمان و آیدین از تهران که نشد در برنامه شرکت بکنم، پشت خط خیلی موندن. به پایان برنامه امروز میرسیم اما قبل از خدافظی موضوع فردا رو هم بشنوید که مربوط میشه به حذف رشته کشتی از رقابت‌های المپیک. با تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک قرار کشتی از المپیک 2020 به بعد از بازی‌های تابستانی حذف بشه. ایران بیشترین تعداد مدال‌های خودش رو می‌دونیم که در طول دوره‌های مختلف المپیک در دو رشته کشتی و تکواندو کسب کرده. به همین بهانه فردا علاوه بر اینکه می‌تونید از خاطرات خودتون درباره موفقیت‌های ایران در رشته کشتی المپیک به ما بگید، می‌تونید از تأثیر این تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک بر فضای کلی ورزش ایران هم بیشتر با ما صحبت بکنید. خوب و خوش باشید تا فردا.